حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. غیر خدا اون داوود مثلا یعنی چی؟ فارسی تر بگم من تقصیر ندارم، نگو آقای علامه میگه، مفسرین همه گفتن طاغوت ما یطاق و ما یعبد و من دون اطاعت. مثلا چی؟ فران ملا این حکم گفته، نیم خدا گفته، میگه نه ملا میگه. حالا این ملا را اگه اطاعت کردیم که طاغوت، هر چیزی که تو اطاعت کنی من دون الله میگن طاغوت. لغت صیغه مبالغه طغیانه، کسی که خیلی طغیان بکنه راضی میشه که مردم دستشو ببوسن، احکامشو مثل احکام خدا اطاعت کنه، میشه طاغوت، یعنی طغیان کرده. هر کسی که راضی بشود که مردم احکامشو مثل احکام خدا بپذیرن و کرنش پیشگاه او کنن مثل پیشگاه خدا، اون طاغوت رو. یکی از طاغوتان مرشدان، هر کسی که بخواد بره صوفی بشه، درویش بشه، قانونش اینه، باید پنج کار بکنه. اول اینکه باید میگن یه غسل بکنه، بعدم یه انگشتر، یه جوز، یه گردو، نمیدونم یه دستمال نبات رو، مثل شب عروسی که دخترها رو بکنه، اینا رو باید بیاره غسل بکنه، بعد بیاد به توسط راهنمایی بگیره، بره پیش مرشد بیفته به سجده، مرشدش سجده کنه، یواش 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 زانو به زانو بره جلو تا برسید پیش مرشد بگرد کن. اول باید سجده کن. این میشه چی؟ طاغوت. یعنی وقتی آمدی مرشد سجده کردی، چی؟ طاغوت دیگه. یا اطاعت کردی، مرشد میگه بیعت واجبه، با مرشد باید بیعت کن، چشم اطاعت رفتی به، این میشه طاغوت. چرا؟ به خدا نگوده بیعت با مرشد واجبه. خدا یه بیعتی در قرآن گفته، اونم با محمد صلی الله علیه و پیغمبر، اونم نه قبل از نبوتش، بعد از آنی که پیغمبر شد. اون کسانی که قبول دارن اون پیغمبره، اونا باید برن بیعت کنن. ابو جهل هم بره بیعت کنه، نه فایده نداره. اونایی که منافقین، یهودیان، اونا برن بیعت کنن فایده داره؟ نه. باید اول پیغمبر رو قبول میکردن، بعد هم میرسن باش بیعت میکردن. این مال کسی که پیغمبر بدانیش، مرشد که پیغمبر نی، چی میگه؟ سفر یه الگاهی کرده. حتی دیشب پریشب بودی که آقا بله این صوفیگری چطوره؟ درویشی گفتم چطور؟ گفته گفته بیا بیعت کن. گفتم آخه نگفتی به چه؟ گفت چرا قرآن گفته بیعت کن، اینم میگه بی بیعت کن. گفت قرآن بود تو گفته بیعت کن؟ قرآن گفته یو بایعونه که یعنی تو، خدا پیغمبر میگه. اونایی که با پیغمبر بیعت کنن نه با مرشد، خدا رو به کلی زده، اونم بیعت کنن با جهاد، نه برای که دور سفره پلو برن مرغ و پلو بخورن. بیعت نمیخواد، ای مرشد میخواد جنگ بره. این چطور دین مردم هم؟ تمام اینا برای اینکه مردم از کتاب آسمانی بیخبرن. بیعت اگه شنیدید واجبه، اولا بیعت در زمان پیغمبر هم واجب نبوده. چرا؟ این را توضیح بدیم که الان بفهمن. زمان پیغمبر نگفت یجب علیکم البیعه، اگه پیغمبر میگفت یجب علیکم، بله واجب بود. یا اگه خدا میگفت یجب علیکم البیعه، واجب بود. یا اگر چنانچه پیغمبر یا خدا میگفت بیعت بکنید، در قرآن که بیعت بکنید ما نداریم، اصلا در آیه قرآن و در راهی چیه و حدیثی نداریم بسید که بیعت بکنید. بلکه آیه اینه، حالا موضوع آیه رو بگم. پیغمبر اکرم لشکرکشی کرده برای اینکه برود، لشکرکشی هم نه به طور حج، به عنوان حج، یه عده 1400 نفر برداشته همراهش از مدینه با شترهای قربانی که برون حج، ایام حج حج کنن. خب جمعیت پیغمبر زیاد 1400 نفر. مشرکین مکه ترسیدن، گفتن اگر این بیاد ممکنه همینجا فرمان جنگ بده، ممکن خانه کعبه و ما افرادمون که نمیتونیم با پیغمبر، پس بهتر این مانع شیم نگذاریم بیاد. آمدن در حدیبیه جلو پیغمبر گرفتن که ما نمیذاریم. حالا اون قضایی مفصله، مختصرش اینه که مانع شدن پیغمبر برود.
پیغمبر یه نماینده فرستاد که برو برو با بزرگان، با ابو سفیان، با بزرگان مکه صحبت کنه، اونا رو راضی کنه. بابا ما برای جنگ نمیدیم، اصلا هم همراهمون نیبردیم، ما شطور قربانی رو بیاد ببین. شطورهای ما همه قربانیه، شطور قربانی هم نشانه داره، چون کار میزنن به جلو چیزش، به جلوش و به کوهانش کار میزنن، خون میاد، خون که اومد این علامت قربانی. پیغمبر عثمان رو فرستاد برو با رؤسای مکه صحبت کن که بابا ما برای جنگ نمیدیم، شما اجازه بدید ما باید قربانی کنیم، قربانی هم مال شما، این همه شطور و پشت شطور و پشت شطور هم مال شما، تجارت خوبیه آقا پشت شطور. عثمان رفت برنگشت، چرا؟ اونا نیداشتن بیان جلوش گرفتن، انتشار دادن در اصحاب پیغمبر که نماینده پیغمبر عثمان رو کشتن. پیغمبر هم خیلی عصبانی شد، اصحاب همه به جوش اومدن، نماینده پیغمبر رو کشتن. پیغمبر شما در میگم مثلا، حالا من میگم هم چنین رو چنان بکنم. پیغمبر ایستاد زیر درخت، یه درختی بود اونجا شاغلی داشت، درخت مردم بلند شدن، یا رسول الله نماینده شما رو کشتن، ما حاضریم با جان بجنگیم تا مثلا چنین رو چنان کنیم، پوستشو نمیکنیم. حالا نماینده پیغمبر رو کشتن، دستگیر کردن، یه کشتن، خبر آمدن که عثمان رو کشتن. همه آمدن با پیغمبر بیعت کردن. خدا میگه ان الذين، سوره فتح، ان الذين يبايعونك، ان یعنی به مذهب دقن به تر الذين يبايعونك، اونایی که بیعت کردن با تو، بایع یبایعو، یبایعانه، یبایعونه جمعه، اون کسانی که بیعت می کنن با تو، انما یبایعون الله، همانا با خدا بیعت می کنن. با پیغمبر، با دست پیغمبر بیعت کنی مثل اینکه با خدا بیعت کنی. نم که یبایعونه، که یعنی که ما تو نما دیگری خدا یعنی که که ندیدی، یبایعونه که اونم در قرآن عام نشده، بیعت در دین از واجبات دین نیست. یعنی اگه مسلمانی ایمان به خدا و رسول آورد، نماز خون، زکات داد، مسلمانه، چه بیعت بکنه چه نکنه؟ بله؟ مثلا شما ها بیعت کردید؟ نه، هم مسلمانه دیگه، بیعت با کی بکنیم؟ به حضرت آیت الله. آیت الله بیعت کرده؟ نه. آیت الله با کی بیعت کرده؟ بویش. خود مرشد با کی بیعت کرده؟ بویش. پس اگر شرط مسلمانی بیعت بود، باید بگیم خود مرشد بیدینه، مسلمان یعنی بیعت نکرده. شرط ایمان و شرط اسلام بیعت نی، به یکی از واجبات دین بیعت نی. بله زمان پیغمبر اگه کسی خواست میره با پیغمبر بیعت می، یا رسول الله دستت بگیره بیعت کنم، من با جان و مال در رکاب تو حاضرم. بیعت کردن این قول دادن محکم، قول محکم داده بیعت کرده، معنیش اینه. من با پیغمبر که میخواد بره جهاد، نه با مشت قولی. به هر حال، حالا صحبت سر طاغوت بود. طاغوت در لغت عرب کل ما یطاع و یعبد من دون الله، هر موجودی که شما اطاعتشو بکنید، حتی مثلا پیغمبری بیاد به اسم پیغمبری که از طرف خدا نباشه، تو او رو اطاعت کنی، اطاعت طاغوت کردی، حکمی بده مجتهد که خدا نگفته، تو اطاعت کنی، عبادت طاغوت کردی. عبادت طاغوت اینه، حالا حواستون جمع باشه. والذین اجتنبوا الطاغوت، اما اون کسانی که اجتناب کنن طاغوت، یعنی غیر خدا رو اطاعت نکنن، عبادت نکنن، اجتناب کنن از چی؟ از اینکه طاغوت رو عبادت کنن. ان یعبدوها، ها برای طاغوت، طاغوت درسته اگه آیت الله باشه، مرشدم باشه، همه طاغوته، اما طاغوت چون ته داره، یعنی مؤنث لفظیه، یعنی لازم نیست که از من زن باشه طاغوت، نه مردم میشه طاغوت.
که گفته ان یعبدوها، یعنی که طاغوت مؤنث لفظیه. و کسانی که اجتناب کنن از طاغوت، از عبادت طاغوت، و انابو الالله و برگه انابه، یعنی برگشت، برگشت به تا حالا رو به طاغوت بودن، حالا برگردن انابو الالله، برگردن به سوی خدا، لهم البشرا. این آیه قبلی عذاب بود، آیه بعدی که اجتناب کردن از طاغوت بشارته. لهم البشرا، برای اونهاست مژده، مژدگانی، مژدگانی که خدا داده چیه؟ یکی از وعده هایی که در قرآن داده، مؤمنین و عاملین مثل کسانی که آمنو و عمل صالحات، خدا وعده هایی داده، یه بشارت هایی. وقت مردنش هم ملک الموت یا مأموران مرگ بهش مژده میدن. پس بنابراین لهم البشرا، برایش خب این لهم البشرا از ترکیب چیه؟ بشرا مبتداست، لهم خبر مقدم بر مبتدا، در صورتی که همیشه باید مبتدا مقدم باشه، اینجا خبر مقدم شده. چرا؟ خبر جار و مجرور همیشه جایزه که مبتدا بر مبتدا پیشی بگیرد، جلو بیفته، برای عصر، برای اختصاص. لهم البشرا، بشارت مخصوص ایشانه. و انابو الالله، از طاغوت غیر خدا، عبادت غیر خدا، اطاعت غیر خدا اجتناب کنن، و انابو الالله، و رجوع کنن به خدا، و لهم البشرا. البشرا لهم، البشرا مبتدا، لهم خبرش. فبشر عباد، پس بنابراین این بشارته. فبشر عباده، عباده عبادی بوده، گفتم یاش افتاده یا متکلم میفته، کسره دال دلالت میکنه برای اینکه اینجا مضاف، مضافونه، یعنی یا افتاده، عبادی یعنی بندگان من. این افتخار است که خدای بگی بندگان من. حالا خدا میگه بندگان من را بشارت بده. یکی از تجاری که رفته بود، الان من حاضرم به شما نشون بدم، آمده بود پارسال پیش من، میگفت آقا علمای نجف از قرآن بی اطلاع هست، که تو از کجا میگی؟ همچینی که تو میگی بابا جان. من گفتم بابا با اطلاع هست، همچینی که تو میگی. گفت نه آقا به کلی بی اطلاع. از کجا به چه داری؟ گفت من رفتم نجف زیارت، رفتم منزل یک نفر آیت اللهی که همه ایرانی ها قبولش دارن، رفتم اونجا دیدم علما نشستن دور تا دور اتاق و کتابخانه آقام از زمین تا سقف کتاب چیده با هم، علما هم نشستن صحبت شد. گفتم این آقایان که میگن کدام کتاب رو خون، کدام نخون، فلان کتاب نخون گمراه میشین یا فلان کتاب رو بخون، این مدرکشون چیه؟ خدا که گفته هر کتاب رو بخونی ببینی احسنش انتخاب کنی. من این تاجره گفت، من گفتم بابا خدا گفته هر کتاب رو بخونی اونی که احسن انتخاب کنی. اون علمایی که اونجا نشسته بودن، آقام گفت تو اندرون بود، اون علمایی که اونجا نشسته همه گفتن همچه آیه تو قرآن نیست. بابا هست، کجاست؟ کدوم سوره زمر؟ این آیه رو خوندن. فبشر عبادی، خدا میگه بندگان من بشارت بده، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اونایی که قول رو میشنون و احسنش انتخاب بکنن، قول این کتاب، قول اون کتاب، قول اون هر که هر کتابی هست الان بخونه احسنش انتخاب کنه. اولا گفتن همچه آیه نیست، من رو بودم نشون دادم. وقتی نشون دادم دیدم که من خونده بودم فبشر عباد الذینه، اون آقا گفتن نه فبشر عبادی صحیحه، آقا خدا گفتن عبادل، نه نخه عباده غلطه، باید همه عبادی بود. بابا قرآن اینجور نوشت، نه همچی چیزی قرآن رو واکره، قرآن رو واکره. همه نگاه کردن گفت آقا حق با این آقا فاکره. معلوم شد این آقا جانی که اینجا اول از آیه خبر نداشته،
حالا هم که آیه را قرائت کردیم، ما عباده خوندیم، اونا عبادی و قول من قبول نکردن تا قرآن. ها صحبت تموم نشد، میگو کنیم قرآن بیایی، قرآن اون کتاب خونه نبود، داری نگفتیم این تاثر را بگرم، اون تاثر قرآن نیست. حضرت آیت الله هم وارد شد، حضرت آیت الله وارد شد، کنیم آقا یه قرآن میخواییم یه آیه رو بیم، نگاه کرد اصلاحی کنه قرآن نیست کتاب خونه. بابا این همه کتاب اینجا چیزه تا قرآن کتاب خدا توشیده. پس این کتاب مال کیه؟ این کتاب مال اون کسی که میشناسیم. قرآن کتابی است که صاحبش نمیشناسیم، باید یک کتابی باشه که صاحبش بشناسیم. من نگفتن حالا من دارم برحال میگو باید اولا قرآن پیدا نشد. میگو من رفتم بیرون و من بازار نزدیک بود و فوری های کتاب فروشی قرآن برای اینکه قول مصابت کنم که همچه آیه قرآن هست اونا گفتن نیست، آوردم و باز کردم و قرآن نشون دادم. معلوم شد که اینا همه گفته بودن عبادی، من اینجا گفتم عباده، قول من درسته. اینا همه قرآن موجه مفهود بود. میگو اون وقت من فهمیدم که این آقا جان نجف از قرآن به کلی بخبره. فبشر عباد، اگر به شما گفتن مثلا بهایی‌گری بده، صوفی‌گری بده، حنبلی بده، شافعی بده، اما کتابش نخونه، این نشد. اگه بده بیز من بخونم بفهمم که بدیش کجاست آخه، نخونده که آدم نمیفهمه. شما اگه بخوایی بد و خوب و تمیز بدی، یه شیرینی یا ترشی، این آش نمک داره یا نداره، از کجا میفهمی؟ بچشی، نچشیده که نمیشه. بابا میگه این شوره همو نچش، نمیشه. باید بچشی این راست میگه یا نه؟ اون میگه شوره نچش و نخور، چرا میخواد خودش بخوره؟ از اون اینه، ولی تو باید بچشی این راست میگه یا نه؟ این هم همینطور، دین هم همینطوره. دین هر کسی یک کاسه درست کرده برای خودش، یه قضایی درسته، قضای دینی، کتاب. اون میگه کتاب من درسته، اون میگه کتاب من درسته، اون میگه همه میگن کتاب من درسته، اما کتاب غیره رو نخون، اونا رو نخون، فقط این یکی رو بود. تو اگر بخوای بفهمی اینا این کتاب هایی که نوشتن کدومش درسته نادرست، باید بخون. همینطوری نمیشه. اگر مسلمان ها به قرآن وارد بودن و هر کتابی که هر که نوشته کتاب مجلسی با قرآن تطبیق کن، مجلسی 50,000 حدیث، بیشتر 5,000,000 حدیث آورده، اکثر ضد قرآنه. اگه مردم به قرآن وارد بودن همه خوندن اونو، اون وارد نیستن. به هر حال بنابراین که این چنین آیه خدا میفرماید، میفرماید بشارت بده به بندگان من. کدوم بندگان؟ الذینه، الذینه صفت عباده، میگن صفت و موصوف باید مطابق باشه. اگه معرفه هر دو معرفه، اگه نکره هر دو نکره، اگه مفرد هر دو مفرد، جمع هر دو جمع. اینجا عباد جمع عبده، الذینه هم جمع عباد، معرفه چون ادابه یا شده، نکره بوده ادابه یا شده، عباد معرفه است، الذین معرفه. بندگان من، کدوم بندگان؟ الذین یستمعون القول، اونایی که استماع میکنن، میشنون قول را، فیتبعون احسنه، مطابعت میکنن احسن اون قول، احسنه هو به کاری برمیگرده به قول، احسن قول ها را، قول رو میشنون، هر قول جنسه، جنس قول، هر چه قول رو میشنون، احسن اون قول رو انتخاب میدن، پیروی میدن. خب تا کجا رسیدیم؟ فیاد تبعون احسنه. دل من از واقعا میسوزه، رفتم مشهد، یک جوان اسم نام علی آقا، گفت من خب من که نمیشم، گفت من خجاتم. این آمد گفت من احکام القرآن رو خریدم، یک ساله توی خانه گذاشتم، جرأت نکردم بخونم. چرا؟ کوبیده علما گفتن حرام، نخون گمراه میشه. خدا میگه بخون، ولی اینا میگن احکام القرآن نخون ولی گمراه میشه. خیلی شد دین،
اگر کسی بنا شد مسلمانی کتاب قرآنشو بخواند و گمراه بشه، اون چجور مسلمانی سابقه؟ این شد مسلمان. اولئک الذین هداهم الله، آنانن اونایی که هر چیزی رو میخوانن و احسنشو انتخاب میکنن. اولئک الذین هداهم الله، آنانن کسانی که خدا هدایتشون کرده. و اولئک هم خدا چقدر تعریف کرده، میگه اهل هدایت اینها هستن و اولئک هم الالباب، صاحبان لب و مغز یعنی عقل. عقل چند اسم بره یکیش میگه عقل، چون آدمو میبنده نمیذاره کارهای هرزه بکنه. عقل اقاله وزید بس، عقل بهش میگن، لب بهش میگن. لب یعنی مغز، مغز انسان، یعنی انسانی که عقل نداره بس گردوی پوکه. این کلش پوکه یعنی چه؟ یعنی عقل نداره. پس لب یعنی عقل. و اولایکه هم اولو الالباب، الالباب جمع لب یعنی عقل، یعنی مغز یعنی عقل. آنها هستن که مغز دارن، کلشون با مغزه. اونایی که هر کتابی بخونن و احسنشو انتخاب کنن. خدایا پروردگارا ما را به کتاب آسمانی ما روشن کن. یا آیه دیگه هست آخرهای دوباره می فرماید که اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کنید احسن اون که به شما نازل شده. حالا انشاءالله اونجا میرسیم بیان میکنیم. اونجا گفتن احسن قرآنه، از کتابایی که نازل شده احسن از همه قرآنه. بعضی هم گفتن که نه، آیات قرآن حسن و احسن داره، از این تو آیات قرآن هر کدوم بهتر انتخاب کنیم. اقوال مختلف اونجا گفتن، انشاءالله خواهیم رسیم. اللهم صل علی محمد.